الحسين أبي القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هدیه به آستان مقدس ارباب ما و امام ما حجت ابن الحسن العسکری، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، خوشنودی ارواح اموات، گذشتگان، ذوی حقوق، شهدا، علمایی که از دار دنیا رفتن، اجماعا صلوات بلند ختم بفرمایید. خدای عزیز و متعال را سپاسگزاری میکنم که توفیق رفیق ساخت و حیات به ما بخشید که امسال هم در ماه مبارک رمضان زنده باشیم و توفیق روزداری و صیام و قیام و توفیق اشتراک در این ضیافت نورانی الهی را پیدا بکنیم. وجود نازنین رسول خدا فرمود دعا کنید که خدا توفیق روزداری را از شما نگیره. فاسألوا الله ربكم بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه. تقدیر و تشکر میکنم از امامت محترم این مکان مقدس، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عادلی، هیئت امنای محترم این مسجد، محاسن سفیدان، جوانان که دعوت فرمودن تا امسال در خدمت شما باشیم و باعث شدن این جلسه نورانی با حضور شکوهمند شما خواهران و برادران عزیز برگزار بشود. ما طی 3 سال خطبه متقین رو در مسجد ملاجان قندهاری در 3 ماه مبارک رمضان محضر مؤمنین بودیم. امسال انشاءالله تصمیم ما بر اینه که حکمتهایی را از نهج البلاغه محضر شما طرح کنیم و تا روزی که جلسه اینجا برگزار است با عنایات خدا و توفیق خدا و دعای امام زمان و حضور شما عزیزان انشاءالله مطالبی را پیرامون آن محضر شما عرض کنیم. اجازه بدید عرض بکنم محضر مبارک شما که ماه مبارک رمضان از لحاظ تقویم قمری میشه 9 ماه. یعنی شما اگر از اول سال قمری بشمرید ماه رمضان میشه 9 ماه سال قمری. ولی برای سالکان الالله، برای کسانی که دنبال حقند، دنبال حقیقتند، دنبال رسیدن به معرفتند، این ماه 9 ماه نه، بلکه بهاری ترین ماه از سالهای قمری است. مثل که دهقانا برای کار خود حمل رو انتخاب میکنن، سالکان الالله هم ماه رمضان رو برای ورودشان به باغ معرفت و برای دست یافتنشان به میوه معرفت خدای متعال، این ماه رو ماه بهاری میدنن. در همه ادیان ابراهیمی ماه مبارک رمضان از یک احترام خاصی برخوردار بود و
ولی دین مقدس اسلام ماه مبارک رمضان را جایگاه عزیزی بخشید. خدای ما در قرآن مجید فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعد پیغمبرش وقتی خطبه خوان فرمود قد اقبل الیکم شهر الله، این ماه را ماه خدا نامی. آی مردم، ماه مبارک رمضانی به سمت شما روی آورده که ماهی است از ماه‌های خدا، شهر الله. بعد سه تا ویژگی برای این ماه پیغمبر شما بالبرکتی والرحمتی والمغفره. این ماه ماهی است که درش برکت وجود داره، یک رحمت درش وجود داره، دو مغفرت و بخشش خدا شامل حال بندگان میشه. سه این سه تا ویژگی رو هیچ ماهی ندارد ماه مبارک رمضان دارد. من امروز آیات قرآن در ارتباط ماه مبارک رمضان نمی کنم، خطبه شعبانیه را هم مرور نمی کنم. امروز یک روایت دیگر را که از محضر رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، راوی این روایت هم ابن عباسه، محضر مبارک شما طرح میکنم. ابن عباس میگه پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه به من فرمود که آی ابن عباس، ان الله تبارک و تعالی فی آخر کل یوم شهر رمضان عند الافطار الف الف عتیق من النار. فرمود آی ابن عباس، ماه عجیبی به سوی شما روی آورده. وقتی روز ماه مبارک رمضان به پایان میرسه، شام میشه، لحظه های افطار فرا میرسه، الف الف عتیق من النار، هزار هزار نفر خدا از آتش جهنم رها میکنه، هزار هزار میبخشه. بعد فرمود که فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ، وقتی شب جمعه فرا رسید، روز جمعه فرا رسید، خدای متعال در هر ساعتش الف الف عتیق من النار، در هر ساعتش هزار هزار می‌بخشه. روز مبارکه جمعه و روز شب مبارک جمعه ماه مبارک رمضان شب بخشایشه. چه ماهی با چه ویژگی هایی خدای متعال در اختیار ما قرار داده، اما کیها را میبخشه؟ چون ما بنده ایم دیگه، هر کدام ما یک خطاهایی داریم دیگه، لغزش هایی داریم، عصیان هایی داریم، ترک واجب و انجام محرمات داریم. ما که هیچ کدام ما ادعای عصمت نداریم. فرمود اونهایی را میبخشه که قد استوجب العذاب، اونهایی که مستحق عذاب خدا میبخشه. چون ممکنه بعضی های ما با گناهان ما انواع و اقسام مجازات ها رو دریافت بکنیم. اللهم مغفر لنا ذنوبنا الذنوب التي تحت كل عصم، اللهم مغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، تقطع الرجاء، تنزل النقم، تغير النعم. هر گناه اثر خود داره. برخی از گناه ها بلا رو نازل میکنه، برخی از گناه ها نقمت نازل میکنه، برخی از گناه ها نعمت تغییر میده، برخی از گناه ها آدم از لطف خدا دور میکنه، از عنایات خدا دور میکنه، ولی برخی از گناه ها آدم جهنمی میکنه. استوجب العذاب، فرمود اونایی رو میبخشه که مستحق عذابه. و این جملهش خیلی امیدوار کننده است، جوانا خوب گوش کنن. اصلا این جمله رو من به جوانا میگم. فرمود که فَإِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ شَهْرِ رَمَضَانَ اَعْتَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِعَدَدِ مَا اَعْتَقَ مِنْ اَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ. انشاءالله زنده باشیم روز آخر ماه رمضان هم روزه بگیریم. فرمود روز آخر که میرسه، خدا به اندازه‌ای که در طول ماه رمضان بخشیده میبخشه.
پس خیلی فرصت قشنگ و زیبا در اختیار ما قرار داره عزیزان من. این فرصت رو تلاش کنیم با برنامه‌های خوب بهترین فرصت برای خود قرار بدیم. در قلعه‌شاهی کوچه است برای کوچه ماهروزه، یادتونه دیگه نه؟ آره کوچه، از بس به این ماهروزه طولانیه. بابا طولانی کجاست؟ حتی کوچه رو گذاشتن کوچه ماهروزه. درسته؟ نه بابا طولانی نیست به خدا. این سفره خیلی زود جمع میشه. یک وقتی سفره جمع میشه میبینی دیگه اون سحرها از دست رفت، اون لحظه های افطار دیگه نداری، اون دعای ابو حمزه سومالی رو با اون می با اون زیبایی که میخواندیم دیگه توفیق خواندنش رو نداریم. لذا من عرض میکنم تلاش کنید ماه رمضان رو تبدیل کنید به یک فرصت قشنگ. چند تا برنامه رو من پیشنهاد میکنم. این برنامه ها رو جزء برنامه هایتون در ماه مبارک رمضان قرار بدید. اول میریم سراغ امیرالمؤمنین. آقا جان ما آمدیم در خانه شما رو بزنیم. شما روزدار واقعی بودید، شما روزه مقبول داشتید، میشه بفرمایید کدام برنامه رو در ماه مبارک رمضان بریزید؟ آقا فرمود علیکم فی شهر رمضان به کثرت الاستغفار و دعا. زیاد توبه کنید، زیاد استغفار کنید، زیاد دعا کنید در ماه مبارک رمضان. چرا؟ چون عرض کردیم در همه اول دیگه که خدای متعال الف الف میبخشه، هزار هزار میبخشه. اون وقت سفره با این خوبی پهن باشه من تو استفاده نکنیم خیال میکنیم تقصیر از ما نیست. گر گدا کاهل با بر تقصیر صاحب خانه چیست؟ اول آقا امیرالمؤمنین فرمود استغفار کنید، توبه کنید. رفقا خیلی از گرفتاری ها پای عدم استغفاره. کسی آمد منظر معصوم گفت آقا جان باران نمیباره، خشکسالی آمده، فرمود برید به مردم بگید استغفار کنید. کسی آمد گفت یبن رسول الله بی برکتی وارد خانه شده، فرمود برید استغفار کنید. کسی آمد فرمود پسر فاطمه یبن رسول الله مشکلات دور برم رو احاطه کرده، فرمود فقط استغفار. دوای خیلی از دردها توبه است، استغفاره. چرا؟ چون شما با استغفار به یک خدای مراجعه میکنید چند تا خصوصیت داره. اولا قدیره، قدرت داره، سمیعه، حرفهای شما رو میشنوه، بصیره، با بصیرت در مقابل تو عمل میکنه، خبیره، محیطه. شما به این قدرت با استغفار مراجعه میکنید، قدرتی که شما را میتونه خوب مدیریت کنه، میتونه خوب شما را حمایت کنه. لذا من تقاضا میکنم ما شما سحرها معمولا بیداریم دیگه، برای سحری بیدار میشیم، ولی میشه بخشی از سحر رو برای استغفار و دعا اختصاص بدیم؟ اگر بلد نیستیم چه رقم دعا کنیم، ائمه علیهم السلام پیشگام شده فرمود میخواید خوب دعا کنید دعای ابو حمزه سومالی رو بخوانید، میخواید خوب دعا کنید مناجات امیرالمؤمنین رو بخوانید، مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف فهل یرحم الضعیف الا القوی، مولای یا مولای انت العزیز و انا الذلیل فهل یرحم الذلیل الا العزیز، خدا تو عزیزی من ذلیلم، به ذلیل غیر عزیز کی رحم میکنه، تو قوی من ضعیفم، کی به ضعیف رحم میکنه غیر قوی، خدا تو خدایی و من بندم، کی به بندش رحم نمیکنه، تو مالکی و من مملوکم، خدا به منه که مملوک تویم رحم کن. لذا علیکم به کثرت الاستغفار و دعا. بعد امیرالمؤمنین قشنگ آمده اثرش هم بیان کنه. آقا ما استغفار کنیم که چه بشه؟ ما دعا کنیم چه اثر داره؟ آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود فعمد دعا فید فوعنکم البلا. آی مردم به سبب دعا بلاها را از خود دفع کنید.
خیال نکنید این بلاها که میآید چرا متوجه ما. نه عزیز من، هر کی متوجهش یک بلایی هست. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود دنیا جای آرامش نیست. هر کی از دنیا توقعی آرامش داره اشتباه میکنه. ما بهشت برای آرامش شما خلق کردیم. اینجا هر کسی دچار یک مشکل هست، یکی مریض، یکی فقیر، یکی همسایه بد داره، یکی پدر مادر بد داره، یکی اولاد بد داره، یکی فرض بفرمایید دچار همسر بده، یکی دچار شوهر بده، یکی دچار چه میدانم ده ها بدی از این قبیل. لذا اون دعای صمد رو حتما میخوانید صبح ها. در آخر دعای صمد داریم میگیم خدا مرا از هر بدی نجات بده. پادشاه بد بده، قرین بد، رفیق بد بده، همسایه بد بده، معیشت بد بده، خدای هر بدی رو از من دور کن. لذا امیرالمومنین فرمود با دعا بلایا شما دور میشه، گرفتاری ها شما دور میشه. فیدفع عنکم البلا و اما الاستغفار فتمحی به ذنوبکم. فرمود با استغفار گناه های شما محو میشه. پس این برنامه اول ما در ماه مبارک رمضان دعا و استغفار. دومین برنامه رو که در ماه مبارک رمضان باید به او بپردازیم پرداختن به متونه. ما چند تا متن داریم، خیلی هم خوبه به این متنا بپردازیم و افتخار کنیم. متقن‌ترین متن قرآنه. این قرآنی که از طرف خدا نازل شده، دیگه هیچ کسی نمیتواند خدشه کند که قرآن این اشکال داره. نه، قرآن مجید از طرف خدا انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت. قرآن در شب قدر نازل شده و از طرف خدا نازل. اولین متنی که ما در ماه مبارک رمضان باید بهش بپردازیم، اهمیت بدیم، قرآن. عنایت فرمودید که من میگم به قرآن باید بپردازیم، نمیگم فقط بخوانیم قرآن را، چون فقط خواندن منظور من نیست. خواندن ثواب داره. یک آیه بخوانی در ماه مبارک رمضان مثل از این میمونه که در باقی ماه ختم قرآن کرده باشی. پیغمبر اکرم فرمود من تلا فیه آیتا من القرآن کان له مثل اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور. فرمود مثل این میمانه که یک ختم قرآن انجام داده باشی، این قد ثواب داره. ولی فقط در این حد باید متوقف نشیم، بپردازیم به قرآن، مطالعه کنیم، تفسیر بخوانیم، مفاهیم بخوانیم، ترجمه بخوانیم. این کارهای فردی ما در رابطه با قرآن. دو، تلاش کنیم کارهای جمعی نسبت به پرداختن به قرآن ترویج کنیم، تفسیر برگزار کنیم. حالا بعضیا میگن که چرا فلانی ها تفسیر برگزار میکنن؟ آها، این اشتباهه. ما که نمیگیم همه فهم علامه طباطبایی رو دار. اون وقت بشینیم علامه زنده شده، اون وقت بشینیم که فلان مفسر بیاید در کابل در مسجد فلان یک جلسه تفسیر برگزار کنه. نه، قرآن محدود نکنیم. فقر او ما تیسر من القرآن، بگذارید هر کسی به اندازه فهم خود به قرآن بپردازه. ممکنه اون تفسیر رو به صاحب المیزان گفته، این آقا گفته نتوانه، ولی خب در حد خودش که تفسیر میگه، بگذارید بگویه. پرداختن به متن اصیل و عمیق و متقن به نام قرآن. دومین متنی را که باید در ماه مبارک رمضان بهش بپردازیم اخل قرآن. اخل قرآن یعنی نهج البلاغه. بپردازیم به نهج البلاغه. چقدر تأسف میخوریم که علی مظلوم بود. علی رو کی مظلوم کرد؟ جامعه علی رو مظلوم کرد. دورش خالی کردن، مجبور شد 25 سال سکوت کنه. آخرم آمدن گفتن علی بدون تو نمیشه، بیا حکومت کن. 4 سال و 9 ماه حکومت کرد. خواهرا، مادرا، برادرا، پدرا، میدونید علی رو آخر کجا شهید کردن؟ علی رو در محراب شهید کردن.
چقدر ملامت میکنیم مردم زمان امیرالمومنین رو که علی رو مظلوم ساختن، ولی اگر من و تو هم امروز به تفکرات علی، به نهج البلاغه علی، به حکمتها، به خطبه ها، به نامه ها، به متونی که از اون حضرت به یادگار مانده اگر نپردازیم، من و تو علی رو مظلوم کردیم. فرق نمیکنه. اونا شخص علی رو مظلوم ساختن، من و تو اگر بی‌پروایی کنیم فکر علی مظلوم میشه، اندیشه علی مظلوم میشه. لذا دومین متن را که باید به او پرداخت نهج البلاغه است. سومین متن را که من پیشنهاد میکنم باید بهش بپردازیم صحیفه سجادیه است. خدایا ما را عمر بده زنده باشیم که این متون را مرور کنیم، حق ائمه را ادا کنیم. سومین برنامه‌ای که در ماه مبارک رمضان باید داشته باشیم، عرض کنم و دیگه خیلی معطلتون نکنم، افطاری دادن، صدقه دادن، کمک به فقراست. قرآن می‌خوانیم قبول، دعا می‌کنیم، استغفار می‌کنیم، اینا رو ما بهش می‌گیم عبادات فردی. ولی یک عبادت اجتماعی دیگر هم باید در جامعه تربیت شود و او صدقه دادن، افطاری دادن. رفقا وقتی من میگم افطاری، منظورم اون سفره مفصل نیست که پهن کنیم و چند نفرم دور و بر جمع کنیم و افطاری بدیم. نه، شما فقط این حس دیگرگرایی که در ماه مبارک رمضان تقویم شید، این کافیه. با یک دانه خرما میتونی ثواب افطاری دادن کسی، با یک جرعه آب هم میتوانی ثواب افطاری دادن کسب کنی، با یک غذای ساده میتوانی ثواب افطاری دادن کسب کنی. امام باقر یک صحابی داره به نام صدیق، فرمود ای صدیق میدانی این شبها چه شبیه؟ گفت جوهن تو فدا به فدای شما بشم امام باقر، این شبها شبهای ماه رمضان. گفت نه، از اون لحاظ نمیگرد. فرمود این شبها رو میدانی شبهای خاصی است؟ در این شبها میتوانی هر شب یک بنده آزاد کنی؟ صدای گفت نه آقا، پول ندارم بخرم آزاد کنم، امکانات من کجا بود، پول من کجا. امام باقر فرمود نه، این افطارک اخاک المسلم یعدل رقب من ولد اسماعیل. آی صدای، افطاری دادن در این شبها، در این ماه مبارک رمضان، ثوابش برابری میکنه با آزاد کردن یک بنده و اون از اولاد حضرت اسماعیل، از نوادگان حضرت ابراهیم. لذا یکی از برنامه های ما این باشه که این حس دیگرگرایی را هم تقویه کنیم. اسلام دنبال از این نیست که حتما ما کارهای بزرگ انجام بدیم. اسلام میگه تو شروع کن، لزوم نداره در اول خودت را خسته کنی. می‌فرماید تو فقط کافیست یک دانه خرما بدی، این حست را ما محترم می‌شماری. لزوم نداره خیلی پول سنگینی کمک کنی، صد افغانی هم می‌توانی هزینه کنی. بسم الله شروع کن. ما می‌خوایم تو در جامعه حضور داشته باشی، تو فکر دیگرگرایی در وجود تقویه شود. پروردگارا ما را توفیق برنامه‌های سالم در ماه مبارک رمضان نصیب بفرما. ما معمولا روزهای اول روزه یا روزه حضرت زهرا میخوانیم یا روزه حضرت رقیه. ما منبری و رسم ما همیست. شما در این شب روزها گرسنه میشید، تشنه میشید، فشار میاره روزداری بالای تان. دخترانتان که تازه به تکلیف رسیده هم گاهی میاید پیش شما، میگه پدر مادر خیلی گرسنه شدم، خیلی تشنه شدم. شما دلداری میدید، بهش میگید حوصله کن، ثواب زیاد داره. یک شبی رقیه دست عمه زینب گرفت، گذاشت روی سینه‌اش، صدا زد عمه، سر صحبت باست، صدا زد عمه، این شهر چه نام داره؟ روز عاشورا که حسین داشت خداحافظی میگرد، دست رقیه را گرفت،
به طور خاص تسلیم زینب کرد، صدا زد زینب جان هوای رو قیدر بشنه. چرا اینقدر خاص توجه میکنه؟ به خاطر که رو قیه مادرم تمام توجهش به امام زینب. لذا هر جا زینب میخواست بچه ها رو رسد کنه، ای توجه سمت رقیه رو نگاه میکرد، رقیه کجاست؟ دستش گرفت گفت عمه ای شهر چنام داره، حاکمش کیه؟ صدا زد ای شهر شام نام داره، حاکمش هم یزید. همین رقم دستش ها رو پایین روی شکمش گرسانی، صدا زد عمه آیا از مکرده گرسنه طرف پیدا میشه در ای شهر؟ السلام عليك يا أمة بني الله. شبی که رقیه بهانه بابا گرفت سر امام حسین آوردن، زینب میگه امام سجاد و من خیلی عذر کردیم، به این دختر سر بریده نشان ندید، تمام نمیار قبول نکردن، هرچه عذر کردیم نپذیرفتن، سبق رو مقابل صورت دختر گذار. یا صاحب الزمان کربلا نفسی ما رو دعا کنه امام من. دختر صدا می زد امم درست گرسنم ولی غذا نخواستم. سرپوش بالا کن، سرپوش بالا کرد، چشمانش به سر بریده حسین افتاد. اول نشناخته بود، یک دقتی کرد شناختی سر بریده بارباز. دختر دارا بیشتر گریه کنن، خود روی زانو کرد این سر بیرون آورد، به سینه از مال دلش قرار نگرفت، بالاتر آورد دلش آرام نگرفت. چه کرد آخه؟ همو کاری رک حسین با اکبر کرد، این دختر با سر بریده کرد. چه کرد حسین با اکبر و چه کرد این دختر بابا؟ آی صورت من صورت بابا گذار، ای قد آزد بابا بابا گفت، میگه یک مرتبه دیدن سر یک طرف افتاد رو قیه طرف دیگر. اما بیان گم شده پیدا شده خرابه، امشب شب یلدا شده. صلی الله علیک یا الله.